یک غلط فهمی در جهان سرزمین ما حاکم بوده، به اساس اون غلط فهمی من در زندگیم چندین زن از شوهرش جدا اعلان کرده ام. او امیس به نام شیربالا و شیرپایان است. کتی دستانت مصروف نباش، که سرت هم مصروف نباش. دیگه آمدم سر ازی که شیربالا و شیرپایان میگن. یک فارسی را پیشتان نوت بگیرین، از آدرس نظام فقه و اسلام است. از طرف شیردهنده همه خیش شوند، از طرف شیردهنده همه خیش شوند، از طرف شیرخواره سوجان و فرو، از طرف شیردهنده همه خیش شوند، از طرف شیرخواره زوجان و فرو. همی یادتان باش معنایش چیست. فاطمه زینب شیر داده، فاطمه خودش شیردهنده است، مادر زینب است. فاطمه مادر زینب است، تمام اولادای فاطمه خواهر و برادر زینب است. مادر فاطمه بیبی زینب است، شوهر فاطمه پدر زینب است، خواهر فاطمه خاله زینب است، خواهر شوهر عمه زینب است. امی تو پیش میریم، از طرف شیردهنده همه خیش شوند. ای حل شد این آلی، امی زینب شیر فاطمه را خورده، امو کودکی که به سینه داشت اونمو را به زینب حرام میدانن. پایان و بالایش میگه مشکل نداره. 9 سال بعد هم ایره جدا کردیم. 9 سال بعد امی فتوای غلط. مرد فاریاب در مدینه منوره بود، زنش در جوزجان. هدفم در اینجاست عزیزان من متوجه باش، از طرف شیرخواره زوجان و فرو. باز امی زینب خودش تنها دختر فاطمه شده، برادرش، مادرش، خواهر، پدر رابطه قبلیش است. فردا زینب بزرگ شد، ازدواج کرد. اولاد زینب نواسه فاطمه و شوهر فاطمه است و شوهر زینب داماد و است. این رقم است. اینی از طرف شیرخواره زوجان و فرو معنایش امیست. آل یک صدای تا بشنم فرمول گرفتین یعنی؟ ها؟ با یگان وقت دو طرفه می باشه. مثلا زینب از فاطمه شیر خورده، یک اولاد فاطمه از مادر زینب شیر خورده. امی فرمول در اوجم جاری کو، امی فرمول در او طرف هم، امی فرمول فرمول است، یکی و خلاص امیست. انشاءالله که موضوع را گرفته باشه. گرفته شده؟ یک دوم مسئله در اینجاست عزیز دلم. امام ابی حنیفه رحمت الله علیه میگن ام یک قطره شیر که خورده باشد ثابت است. ائمه دیگر میگن حد اقل 5 قطره. اونا دلایل حدیث دارن، لکن من خدمتتان عرض میکنم. قرآن میگه ولاتی اردعنکم، زنانی که شما را شیر داده است، نگفت که 1 قطره 2 قطره، گپ خلاص است. دوم این شیر مکیده یا در گلاس انداخته در دانش انداخته، یک گپ است، یک گپ. لیکن قید قانون امیس شیرخوارگی را یک تعریف میکنیم. رسیدن شیر آدمی به معده کودک به سن و سال مخصوص از آدرس مخصوص، به این معنا شیر آدمی گفتیم دیگر را برآمد. دو تا کودک از پستان گوسفند ماشاءالله دلنجه کش کرده رایستن، رضاعت ثابت نمیگردد. آنچه به امام بخاری نسبت داده اند، محققان نسبت را خطا میپندارند. میگه چنین نبوده است، اگر باشد خطا است. دیگه ای شد. دوم گفتیم که از در سن خاص زیرا بالا از 2 سال قمری اگر کودک شیر کسی را مکیده باشد نیز رضاعت ثابت نمیگردد. سیوم گفتیم از مسیر خاص، مثلا از آدرس گوش ثابت نمیگردد، بلکه از آدرس دهان یا بس مقد اونهاشو با خودتان فقیش میبینین. و امی بود خدمتتان عرض کردم در تعریفش. اما روایات هم متوجه باشین عزیزان من، روایات متوجه باش. امام نسائی از علی و ابن مسعود روایت دارد یحرم من الرضاع قلیله و کثیره، یحرم من الرضاع قلیله و کثیره. عبارت واسه سی کنین
مکیدن کم و بیشش رضا را ثابت میکنه. از ابن عباس: ما کان فی الحولین و این کانت مست واحده تحرم. مفتی جهان اسلام ابن عباس: آنچه در میان دو سال باش ولو یک مکیدن باشد رضاعت ثابت است. امام محمد در معطا، ابو بکر ابن ابی شیبه در مصنفش هم نیز روایات دارن. حاصل این است که ما فتوا به همین داده ایم، به اطلاق قرآن کریم و فتوای صحابه، یک مکیدن هم رضاعت را ثابت می کنن. باقی زنان سرسفید 80 ساله سینی خود را بدان کودکان می دهند، اما شیر نمی آید، او ثابت نیست. فقط یک قطره حداقل بوده باشد.